جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی قرار بود بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه در جلسه توجیهی برای بحث درباره تحریم‌ها جهت مبارزه با تروریسم در قصر سفید شرکت کند. دستور امروز رئیس جمهور ترامپ بر تلاش‌های ضد تروریسم در ایالات متحده فشار و قوت بیشتر می‌بخشد. اما بولتون در کمتر از دو ساعت قبل از این جلسه توسط رئیس جمهور ترامپ از طریق توییتر از وظیفه‌اش برکنار شد. بولتون بلافاصله در توییتر نوشت که او پیش از برکناریش پیشنهاد استعفای خود را داده است. برکناری ناگهانی وی پس از فسخ مذاکرات صلح با طالبان در کمپ دیوید صورت گرفت. او در حال برکنار شد که گفتگوها روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و طبق گزارش ها بولتون مخالف امضای موافقت نامه صلح با طالبان بوده است. به نظر می رسد که تصمیم ترامپ به عدم انجام جلسه با طالبان به اختلاف نظر میان او و بولتون انجامید. رئیس جمهور از بولتون به خاطر خدماتش تشکر کرد و چارلز کوپرمن معاون بولتون را تا اعلام مشاور امنیت ملی بعدی به حیث سرپرست در شورای امنیت ملی اعلام نمود. بولتون با رئیس جمهور روی معضله ایران نیز تفاوت نظر داشت. رئیس جمهور ایران در واکنش به این اقدام رئیس جمهور ترامپ گفت ایالات متحده باید گرمی و شدت عمل را کنار بگذارد. اخراج بولتون به دنبال روند تغییرات عمده در سیاست خارجی و امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت. ولی مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده بر این عقیده است که خروج بولتون بر امور تأثیر نخواهد گذاشت. فکر نمی کنم که هیچ رهبری در دور دنیا فکر کند که با خروج یکی از ما پالیسی خارجی رئیس جمهور ترامپ تغییر خواهد کرد. جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی ایالات متحده است که رئیس جمهور ترامپ در کمتر از 3 سال از کار برکنار کرده است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.